فصل 14، حل مسائل خانوادگی. مشکلات و مسائل خانوادگی را چگونه حل کنیم؟ غالب دشواری های خانوادگی از عدم اطلاع افراد خانواده و نیروهای روحی سرچشمه می گیرد. فی‌المثل اگر زن یا شوهر به طرز صحیحی از قانون روح تبعیت نماید، هرگز دچار اختلاف و جدایی نخواهند شد. در صورتی که هر دو به هدف والای زندگی مشترک با دیده احترام بنگرند و قدر زندگی خیش را بدانند و از جوانی هم لذت ببرند، هرگز غبار کدورت آینه پیوند مقدسشان را تیره و تار نخواهد کرد. بهترین فرصت برای رفع اختلافاتی که منجر به طلاق می شود دوران قبل از آن است. وجوه مشترک عشق عبارت است از شرافت، صداقت، خوبی و مهربانی. هر یک از طرفین بایستی این اصول را در مورد دیگری مراعات کند و به خصوص اصل صداقت و صمیمیت را هرگز از خاطر دور نسازد. اگر مردی صرفاً به خاطر پول و ثروت و یا زیبایی ظاهری و یا شغل و موقعیت با زن ازدواج کرد، باید یقین داشته باشد که از اصول صداقت و عشق واقعی تخطی جسته است. چنین وصلتی هرگز فرجام خوش و فرخنده‌ای نخواهد داشت. هنگامی که زنی میگوید من از کار کردن خسته شدم، میخواهم ازدواج کنم که بعد از این با خیال راحت زندگی کنم و دست به سیاه و سفید هم نزنم، این اظهارات او کذب محض است و پایه و اساسی ندارد، زیرا به نحو صحیحی از قوانین روح بهره نگرفته است. آسایش خیال او در واقع به شناخت عمل متقابل ضمیر آگاه و ضمیر باطن و نحوه اجرای آن بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر زنی از تکنیک هایی که در فصول متعدد کتاب ذکر کردید پیروی نماید و از سلامت فکر و روح برخوردار گردد، هرگز دچار اشتباهات فاحشی که منجر به از هم گسیختگی زندگی زناشویی‌اش می شود نخواهد شد. مسئله مالی هر کس با عقل و درایت حل خواهد شد. هیچ زنی حق ندارد شادی و سلامتی و خوشبختی و آرامش و مهر و محبت و ثروت از شوهر مطالبه کند، زیرا خود با پیروی از اصول روحی و شناختی که از نیروهای ضمیر پیدا می کند قادر به کسب هرچه میل دارد خواهد شد و نیازی به کس دیگری نخواهد داشت. پیدا کردن شوهر دلخواه. اینک که از سرزکار ضمیر باطن آگاه شدید، می دانید که هرچه در آن ضبط کنید در جهان وجودتان به گونه خاص ظاهر خواهد شد. پس آن مشخصاتی را که مایلی در یک مرد وجود داشته باشد به ذهن بدهید تا همان را برایتان مهیا سازد. با این تکنیک وارد عمل شوید. شب روی کاناپه بنشینید و اعصاب و عضلاتتان را آرام نمایید و چشم‌ها را ببندید و پس از اینکه آمادگی کامل در قبول ایده ها پیدا کردید، با ضمیر باطن شروع به صحبت نمایید. من مردی را میپسندم که شریف، صدیق، وفادار، مهربان، آرام و نجیب باشد. این صفات و مشخصات مرد دلخواه من است که در ضمیر باطنم رسوخ میکند. در حالی که من درباره این خصوصیات به تفکر مشغول میشوم، آنها در من زنده میشوند و در ضمیر باطن من تجسم عینی پیدا میکنند. من اطمینان دارم که قانونی به نام جاذبه وجود دارد و من خواهم توانست به موجب این قانون مردی را به سوی خود جلب کنم. من آنچه را که در ضمیر باطن آن را واقعی تلقی خواهم کرد به سوی خود خواهم کشاند. من اطمینان دارم که می توانم در خوشی و سعادت این مرد مشارکت نمایم. او ایدئال های مرا دوست دارد و من هم با او مخالفتی ندارم. او در صدد تغییر من نیست، همانطور که من هم به این فکر نیستم. بین ما عشق، آزادی و احترام متقابل وجود خواهد داشت.
این روش تلقین را چند بار ادامه دهید تا ذهن شما از آن اشباع شود. آنگاه قادر خواهید گشت مردی را با مشخصاتی که به ضمیر باطن سپرده اید برای زندگی زناشویی انتخاب کنید. هوش باطن شما راهی فراروی شما خواهد گشود و یک بار دیگر نیروی لایتغیر و غیر قابل مقاومت ضمیر باطن سفارش شما را انجام خواهد داد. در زندگی از عشق و فداکاری و همکاری دریغ نورزید. انتخاب همسر ایدئال. هر جوانی برای انتخاب زنی که بتواند همسر ایدئالی برای او گردد می تواند از روش زیر استفاده نماید. من به سوی زنی گرایش دارم که سازگاری کامل با من داشته باشد. توافق من و او توافقی روحی است و من می دانم که قادر خواهم بود به این زن عشق، نور، آرامش و سعادت و شادی ارزانی نمایم. من اطمینان دارم که خواهم توانست برای او زندگی توأم با مهر و محبت و خوشبختی و شادکامی فراهم سازم. از هم اکنون می توانم تصور کنم که همسر آینده من دارای این صفات و خصوصیات است. زنی است وفادار، فهمیده، واقع بین و بلند نظر، خوشخلق و مهربان و بردبار. ما هر دو در صدد یافتن یکدیگر هستیم و در زندگی ما جز حقیقت، صفا و یکدلی وجود نخواهد داشت. حالا من آماده زندگی با چنین زنی هستم. در همان حال که صفات خوبی برای شریک زندگی آینده خود در ذهن ترسیم می کنید، آنها را به ضمیر باطن خیش می سپارید و از آن مشخصات اشباع می سازید. جریانات ضمیر باطن خواستهای شما را به مرحله اجرا در خواهد آورد. همسر سوم. اخیراً یکی از زنانی که به مقام استادی دانشگاه ارتقا یافته بود برایم چنین تعریف کرد: من سه شوهر کردم که همگی مطیع و سر به زیر بودند و بالای حرف من حرفی نمی زدند و اختیار هر تصمیمی را به عهده من می گذاشتند. مگر من چه دارم که اینجور شوهرهای چلمن و بی دست و پا نصیبم می شوند. از او پرسیدم که از خصوصیات و اخلاق شوهر دومش خبر داشت که ضعیف الاراده و نازک نارنجی بود. در جوابم گفت: مطمئنن که نه، اگر از آن بو برده بودم زنش نمی شدم. قدر مسلم این بود که این خود خانم استاد بود که مرتکب خطا می گشت و هر بلایی سرش می آمد ناشی از شخصیت خودش بود. اصولاً او زنی مرد صفت بود و دوست داشت تحکم کند و امر و نهی نماید و از شوهران خود بردگانی مطیع و بیچاره و بیزبان بسازد، بر آنان حکم فرمایی کند و آنها هم بله قربان بگویند. تمام خواسته های او ناآگاهانه بود و تصویر ضمیر باطن وی آنچه را که از لحاظ ذهنی تمنا کرده بود برایش فراهم می ساخت. خانم استاد چاره ای نداشت جز آن که الگوی ذهنی خود را در هم بریزد و از خیش موجود جدیدی بسازد. این بانوی تحصیل کرده به این حقیقت ساده بایستی پی می برد که اگر با مرد یا زنی پیوند ازدواج ببندیم، باید یقین کنیم که او همان الگویی است که آن را در خاطر تصویر کرده ایم. با این حال خانم استاد پند مرا به گوش گرفت و برای شکستن قالبی که از مرد مورد علاقه در ذهن خود ساخته بود دست به روش الغایی زد تا توانست ایده نوینی در ضمیر باطنش جای دهد. او چنین گفت: من در ذهن خود نمونه مردی را می سازم که قوی و مقتدر و مهربان، شرافتمند و وفادار باشد و در من عشق و سعادت بیابد و من هم تا آنجا که او می خواهد به دنبالش بروم. من می دانم که او نیز در انتظار زنی چون من است. من هم زنی صدیق، شریف و مهربان خواهم بود. من هم واجد
نیکویی هستم که به پای او میریزم و آن عبارت از اراده محکم، قلب شاد، پیکر سالم. او نیز از همین صفات برخوردار خواهد بود. هوش خداداد من میداند چنین مردی در کدام نقطه عالم است و درایت و خردمندی ضمیر باطنم او را برای من پیدا خواهد کرد و ما را به هم پیوند میدهد و دیری نخواهد پایید که این واقع اتفاق خواهد افتاد. من این خواست خود را به ضمیر باطن می سپارم تا آنطور که صلاح می داند وارد عمل شود و ما را به هم برساند. روز و شب چندین بار به تمرین پرداخت. اینک ایمان داشت که این بار شوهر دلخواهش را پیدا خواهد کرد. چند ماهی گذشت. خانم استاد همچنان به روش خود ادامه می داد. به خیابان می رفت و به این سو و آن سو سر می کشید تا شاید گمشده خود را بیابد، اما فایده ای نداشت. گاهی به فکرش می رسید دست از تقلا و جستجو بردارد، ولی هر بار که به هوش بیکران ضمیر می اندیشید از تصمیم از منصرف می شد و بار دیگر تجسس را از سر می گرفت. طلاقش رسماً از طرف دادگاه اعلام شد و همین باعث گردید تا او خود را آزادتر از پیش بداند و احساس آزادگی بیشتری نماید. کار تدریس را رها کرد و به عنوان دستیار دکتری در مکتب او به کار مشغول شد. شگفت آنکه در همان هفته اول متوجه شد که این پزشک همان گمشده اوست و دکتر نیز که در به در به دنبال چنین همسری میگشت او را به عقد خود درآورد. دکتر از لحاظ خصوصیات اخلاقی همان بود که خانم استاد می‌طلبید. قهرمان سابق فوتبال، مرد خشن، مقتدر و در عین حال مهربان و جدی که زیر بار حرف زور نمی‌رفت و خلاصه واجد تمام صفاتی بود که همسرش به کامپیوتر ذهنش داده بود. بانوی مزبور آنچه را که آرزو میکرد به دست آورد، زیرا ضمیر باطن را تا حد اشباع از تصویر شوهر دلخواه اشباع کرده بود. به عبارت بهتر او آرمان خود را از لحاظ روحی و عاطفی همسان و هماهنگ کرد تا به حدی که این ایده به صورتی جزئی از وجود وی درآمد، درست مثل سیبی که اگر خورده شود به صورت خون در پیکر شخص در خواهد آمد. آیا طلاق کار پسندیده است؟ طلاق مسئله شخصی است و نمی تواند جنبه عام پیدا کند. در بعضی موارد بهتران بود که اصلاً ازدواج سر نمی گرفت. هرچند که طلاق را نمی توان راه حل مناسب و شایسته قلمداد کرد، زیرا ازدواج هم همیشه برای یک جوان مجرد طریقی معقول و خردمندانه نیست. طلاق برای یک نفر خوب و برای دیگری مضر و بد است. یک زن مطلقه بر زنی که با دروغ و سیاهکاری روزگار می گذراند و با شوهر نقش بازی می کند برتری دارد. به عنوان مثال، من زنی را می شناسم که شوهری دائم الخمر و خشن و بیمهر و بی نزاکت داشت و زمانی به سراغ زنش می آمد که او را عذاب و آزار دهد. به او گفته بودند که طلاق کار ناپسند و زشتی است و او می سوخت و می ساخت و دم بر نمی آورد. به من مراجعه کرد. در جوابش گفتم که ازدواج پیوند دو قلب است. اگر این دو قلب هماهنگ و سازگار با عشق و محبت سر کنند، چنین وصلتی ایدئال خواهد گشت، وگرنه که خیر. در پی این اظهار نظر بود که زن مصبور راه خود را پیدا کرد و فهمید چه کار باید بکند. او اینک می دانست هیچ قانون آسمانی و زمینی اجازه نمی دهد که مردی با زنش به خشونت رفتار کند و او را به باد ناسزا و دشنام بگیرد و احیاناً کتک بزند، صرفاً به این خاطر که این دو را به عقد هم درآوردند. اگر در مورد آنچه می‌خواهید انجام دهید دچار شک و تردید شدید، به کانون عقل و خرد خود در ذهن رجوع کنید.
او دستورهای لازم را به شما خواهد داد. از این نظریات که آرام آرام در فکر شما به وجود می آید استقبال نمایید. آن ندای باطن و ضمیر شماست که دارد سخن می گوید. چرا نباید از هم جدا شد؟ اخیراً با زن و شوهری آشنا شدم که بعد از چند ماه زندگی قصد جدایی از هم را داشتند. بعد از آنکه از ریشه اختلاف آگاه شدم، معلوم گشت که شوهر جوان همواره از اینکه روزی زنش او را ترک کند، دچار هلاس بوده است. از بی‌وفایی زن شکوه ها سر می داد و سوء ظن خود را نسبت به وی بیشتر می ساخت. زندگی آن دو اکنون در ترس و استراب و سوء ظن و بدبینی می گذشت. اتمسفری که شوهر در کانون خانواده به وجود آورده بود بر زن هم تأثیر گذاشته و او را بدخلق و مشکوک و عصبی ساخته بود. روی هم رفته این نتیجه تصویری بود که شوهر به ذهن فرستاده بود. ما قبلاً گوشزد کردیم که قانون عمل و عکس العمل یا علت و معلول را نباید دست کم گرفت و گفتیم که فکر عمل و پاسخ ضمیر باطن عکس العمل است. عاقبت زن خانه شوهر را ترک کرد و تقاضای طلاق نمود و این درست چیزی بود که همسر جوان و بی تجربه از آن واهمه داشت و بار دیگر درستی این ضرب المثل معلوم شد که انسان از هر چه بترسد به سرش می آید. طلاق ابتدا در ذهن صورت می گیرد. در بدو امر جدایی در ذهن انجام می گیرد. در بدو امر جدایی در ذهن انجام می شود و به دنبال آن دادگاه حکم خود را صادر می کند. این زوج جوان نسبت به هم از کینه و سوء ظن و ترس و تردید و خشم لبریز بودند و همین حالات روحی است که موجب تضعیف روحیه می گردد و نیروی باطنی را دچار تزلزل می سازد. این نکته را همواره باید به خاطر داشت که کینه و نفرت جدایی می آفریند و عشق پیوند می زند و به هم وصل می کند. بعد از چندی این دو جوان ملتفت شدند که چه به روز خدا آورده بودند. این دو از قوانین روح آگاهی نداشتند و از این رو آن را تا سرحد افراط به بازی گرفته و در نتیجه دعوا و مرافعه و اوقات تلخی و سوء ظن و ترس را به سوی خود کشانده بودند. به توصیه من بار دیگر زندگی از سر گرفتند و این بار توانستند با روش‌های مسالمت جویانه کانون گرم خانواده را از نو بنا کنند. آن دو پرتوی عشق، مهر و خوبی و لطف را بر هم افشاندند و هر یک در این کار بر دیگری پیشی می گرفت و روز به روز محبت بیشتری نسبت به هم پیدا می کردند. زن سرکش و ستیزجو. گاهی اوقات به زنان تندخو و آتشین مزاجی بر می‌خوریم که با زمین و زمان سر جنگ و پیکار دارند. اینان غالباً افرادی تشنه محبت هستند که نیاز باطنی خود را به این ترتیب آشکار می‌سازند. شیفته ستایش و تعریفند و به سان کودکان نیاز بدان دارند که دست محبتی به سرشان کشیده شود تا آتشفشان خشم درونشان آرام گردد. زنانی هم وجود دارند که شوهرانی سر به زیر و بر صفت می خواهند تا هر چه می گویند او بعبر کند و این ساده ترین وسیله برای از دست دادن شوهری بی زبان و رام و مطیع می باشد. به هر حال هر زن و شوهری بایستی از برخ کشیدن معایب و خطاهای ناچیز و جزئی یکدیگر خودداری نمایند. بالاخره هر انسانی صفتی برای ستایش و تعریف دارد.
تنها به انتقاد از عیوب هم دل خوش نکنید. همسران لجباز. بعضی از شوهران لجاجت و یک دندگی را به حد کودکان لوس و نونور می رسانند و در اداره زندگی خانواده جز افکار سیاه و منفی و مخرب به سر راه نمی دهند. اگر مردی کینه زنش را به دل بگیرد و یا در خفاه و آشکار به عناد و دشمنی برخیزد، به یقین رفتاری شرافتمندانه و دوستانه و انسانی پیشه نکرده است. مگر نه اینکه سوگند یاد کرده تا آخر عمر نسبت به او وفادار و مهربان باقی بماند و در غم و شادی های او شریک باشد. مردی که این همه به خود زحمت روا می دارد تا تمام مدتی را که در خانه به سر می برد عبوس گرفته، ترش رو و بد اخلاق باشد، می تواند بی هیچ زحمتی اخمایش را بگشاید و لبخند بر لب بنشاند و ثمرات آن را هم به چشم ببیند. با روش القایی و ارسال درخواست خوشخلقی به ذهن می توان از شر اخلاق نحس و ترشویی و بدذهنی خلاصی یافت. تردیدی نیست که خلق تنگی و بداخلاقی مردی که خانهش را تاریک می کند به محیط کارش هم سرایت خواهد کرد و دیری نخواهد پایید که تأثیر آن در زندگی اجتماعی چنین مردی اثرات منفی به بار خواهد آورد. روشی ملایم و معقول در پیش گیرید و یقین داشته باشید که درهای آرامش و سعادت را به روی خود باز خواهید کرد. راز دل را فاش نکنید. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که هر زن و شوهری ممکن است مرتکب شوند، درد دل کردن و معایب یکدیگر را برای دوست و قوم و خویش و همسایه برشمردن است. فرض کنیم که زنی به یکی از همسایگان خود بگوید: شوهرم هیچ وقت به من پول نمی دهد، از مادرم بدش می آید و تا خرخره می نوشد و مرد بداخلاق و بهانه‌گیری است. این زن شوهرش را در چشم آشنایان و همسایگان پایین می آورد و آنها هرگز به او به چشمی مردی ایدئال نمی نگرند. پس معایب و خصوصیات اخلاقی شریک زندگی خود را به هیچ وجه در نزد کسی فاش نکنید، مگر اینکه مخاطب شما از هر جهت واجد صلاحیت باشد، مثلا مشاور خانوادگی، روانشناس و غیره. چرا سخنانی به زبان می آورید که هر کس بشنود به این فکر بیفتد که زندگی ناموفقی دارید؟ از همه اینها گذشته با برشمردن نقاط ضعف همسرتان ناخواسته آنها را در ذهن خود نیز می کارید. چه کسی جز خود شما آنها را می پذیرد و باور می کند؟ مگر نگفتیم که خود هر طور فکر می کنید همان گونه هستید؟ افراد فامیل، آشنایان و همسایگان معمولاً ناصحان خوبی نیستند. نظریات و پند و نصیحتشان بر اساس پیش‌داوری‌هایی است که ارتباطی با زندگی شما ندارد. هر راهنمایی که به شما می‌کنند با اصل طلایی آنچه بر خود نمی‌پسندی بر دیگران مپسند مطابقتی ندارد و گفته‌هایشان نه مهرآمیز است و نه مشفقانه. این نکته را باید به خاطر داشت که دو نفری که زیر یک سقف زندگی می کنند از جهات مختلف با هم اختلاف سلیقه دارند. پس جنبه منفی و مخالف زندگی خود را در نزد هر کسی افشا نکنید. دعوا و مرافعتان را برای خودتان و در دل خودتان نگه دارید. شریک زندگی خیش را پیش دوست و آشنا بی آبرو و بی اعتبار نسازید که لطمه آن متوجه خودتان خواهد شد. از زنتان نسخه بدل خود را درست نکنید. هیچ شوهری نبایستی به این فکر باشد که از همسرش نسخه بدلی شبیه خود بسازد. این کار خلاف قانون طبیعت است و سرانجام به جدایی منجر خواهد شد. کوششی که در این راه به عمل می آورید
موجب آن می شود تا غرور و عزت نفس او جریحه دار گردد و خود به خود کینه شما را در دل گیرد و بی آن که خود بخواهد علم مخالفت بر علیه شما برافروزد، که طبعا در آن صورت زندگی مشترکتان در معرض از همگسیختگی قرار خواهد گرفت. بدیهی است که در زندگی زناشویی تفاهم و سازگاری سوای رونوشت ساختن از یکدیگر می باشد. اگر هر کس صادقانه در خود بنگرد، به اندازه عیوب و کج‌خلقی خواهد یافت که تنها به وجود خیش اکتفا خواهد کرد و دیگر به دنبال رونوشت نسخه بدل آن نخواهد رفت. اگر به روش تلقینی متوسل شوید و مثلا بگویید من بالاخره او را عوض خواهم کرد و مطابق بیل خودم بارش می آورم، پس این نکته را از یاد نبرید که به هر حال این شما هستید که باید و می توانید خودتان را عوض کنید، نه شریک زندگیتان را. سه گام اساسی برای تفاهم مشترک. گام اول، ابراز گله ها و خشم و ناراحتی های خود را موکول به روز دیگری نکنید و به اصطلاح آنها را بر روی هم تلمبار نسازید، زیرا دعواهای بزرگ از سوء تفاهم‌های کوچک به وجود می آیند. قبل از اینکه به بستر بروید سعی کنید اختلافها را رفع نمایید و بر یکدیگر ببخشید. موضوع را کش ندهید. صبح روز بعد که از خواب برمی خیزید، برای همسرتان و افراد و تمام مردم آرزوی خیر و خوشی نمایید و با دلی شاد از بستر بیرون آیید. گام دوم، در سر صبحانه طوری رفتار کنید که کینه‌ای از کدورت و دوشین ندارید. بهانه‌گیری نکنید و از موضوعات جزئی درگذرید. گام سوم، شریک زندگی خود را شریک شغلی و ملکی خود تصور نکنید. برای او احترام و ارزش خاصی قائل شوید. به جای عیب‌جویی و خردگیری و انتقاد و بهانه‌جویی، با مهر و زبان خوش با او صحبت کنید و از محبتی که برای یک زندگی شاد و سعادت‌آمیز نیاز به ابراز دارید مضایقه نکنید و در هر لحظه آن را به اثبات رسانید. خلاصه مطالب: موفقیت در زندگی زناشویی. 1. ناآگاهی از قوانین روحی موجب ایجاد اختلافات زناشویی می گردد. سعی کنید یکدیگر را درک کنید. 2. بهترین لحظه برای اجتناب از طلاق اوقات قبل از ازدواج است. در صورتی که زوج مناسبی را انتخاب کرده اید، از بابت جدایی نگرانی نخواهید داشت. 3. ازدواج موفق پیوند عشق‌آمیز یک زن و مرد است. 4. ازدواج به خودی خود سرچشمه خوشبختی محسوب نمی شود، بلکه این زن و شوهر هستند که می توانند در تکمیل سعادت خیش یک دیگر را یاری دهند. 5. با تفکر درباره خصائل و خصوصیات همسر آینده و سپردن آن به ضمیر باطن قادر خواهید شد تا همسر ایدئال خود را انتخاب نمایید. 6. ایجاد توافق ذهنی با همسر و شریک زندگی از اهمیت خاصی برخوردار است. اگر می خواهید همسرتان انسانی شریف، مهربان و وفادار باشد، خود هم باید از این اصول پیروی کنید. 7. قبول چیزی به مفهوم پذیرش آن به صورت واقعیت است. از همکنون شریک زندگی خود را به عنوان اصل مسلم بپذیرید و با او از در مخالفت در نیایید. 9. 8. در بدر به دنبال همسر آتی خود نگردید. کار را به ضمیر باطن بسپارید. خود شریک زندگیتان را انتخاب خواهد کرد. 9.
هنگامی که از لحاظ روحی از همسرتان جدا شده محسوب خواهید شد که با او از در مخالفت درآیید و به جای مهر و محبت خصومت و کینه را به کانون خانواده راه دهید. در این صورت از لحاظ روحی اشتباه کارید و راه درستی نمی پیمایید. به سوگندی که در آغاز ازدواج خورده اید وفادار بمانید. 10. کانون خانواده را با پرتو عشق و سازگاری، شادی و نشاط لبریز کنید تا ازدواجی موفق داشته باشید. 11. پرتو عشقی که بر هم میتابید باعث می شود تا در ضمیر باطن یکدیگر تفاهم متقابل و سازگاری و احترام به وجود آورید. 12. زن ناسازگار و ستیزجو معمولاً در صدد جلب احترام و محبت دیگران است و به همین علت دعوا و جنجال به راه می اندازد. سعی کنید با زبان محبت او را رام کنید و با حربه خود او به پیکارش نروید که خانه را به میدان نبرد و جنگ مبدل خواهید ساخت. 13. مردی که زنش را دوست دارد رفتاری مغایر با عشق و علاقه نشان نمی دهد. از گرمای عشق در کانون پرمحبت خانواده نکاهید. 14. درباره مسائل و مشکلات خانواده با قوم و خویش ها و همسایگان درد دل نکنید و اسرار خانوادگی را برملا نسازید. در صورت لزوم از مشاوری صدیق و مطمئن استفاده نمایید. 15. هرگز در صدد تغییر اخلاق شوهر یا زنتان بر نیایید. با این رفتار خود غرور و عزت نفس شریک زندگیتان را جریحه‌دار خواهید کرد و راه به جایی هم نخواهید برد. وانگهی این مسئله موجب برانگیختن حالات دفاعی در طرف مقابل خواهد شد.